دانشی فراوان و دبق افتون تبدیل سواد دانشجان فرزندان به حلقه حیات پروفسوران و آموزگاران دانشگاه پیوست. از این روز سال 1985 بعد از گرفتن دیپلم دانشکده در آغاز فعالیت چند مدت همچون آموزگار در کافی وی بین فاکولته پسیکولوژی و از سال 1989 تا سال 1993 در کافی ادبیات کلاسیکی تاجیکی دانشگاه باعث آموزگار و تعلیم شاگردان مشغول گردیدم. میراج شبنم قطره از مولیان یا خونچه روز مهری گلی مینا صد برگ غزل صدویا غزل سی برگتی تاجیکستان به نام عبدالله رودکی اردن شرف جایزه اتفاق نویسندگان تاجیکستان به نام مهری تاجیکستان تظاهر گردیدند و باعث افتخارمندی ما و شماست که فرزانه معرفی سرود دانشگاه دولتی خوجند میباشد که ما این سرود را شنیدیم. فرزانه بانوی گرامی قدر، شما رو بار دیگر از نام ریاستی دانشگاه دولتی خوجند به نام اکادمی بابوجان غفورف با سنه مهربان عمر 50 سالگی زادروزتان صدقا مبارکباد گفته برایتان عافیت همیشگی خاطر جمع و دل بیغم دولت پرفیض حیات سربلندی اهل خاندان و موفقیت های ایجادی را آرزو می نمایم. جشن میلاد مبارک استاد عزیز. حالا من با کمال احترام سخن را به معاون اول رئیسی ولایت سوخت دکتر علمهای طب پروفسور سنگین جنبار رحمتی واگذار می کنم. حضرین گرامی قدر، مهمانان ارجمند، صاحب جشن والا مقام، در تاریخ بسیار هزار سالی بشر شاعران و نویسندگان، سخنوران و سخنشناسان اصیل جایگاه خاص دارند. من از توسط میراث خطی همه گونه خلق ملت ها زمینه و عامل های پیدایش و تحول اتنیکی و قومی، سیاسی و فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی آنها حفظگر دیده نبض زمان در آینه روشن ادبیات انعکاس می‌یابد. در برابر این سرچشمه های گوناگون علمی و ادبی، تاریخ و تکامل زبان ادبی، حفاظت عنصرهای ناب و نادر لغوی، ترکیب و تعبیرهای دلنشین، امکانات های داخلی زبان معیار و لهجه و شیوه ها را در خود گنجایش می‌دهند. از این رو در پهلوی خلقهای تمدن عالم تاجیکان با شعر و سخن دلبستگی بی‌اندازه داشته به آفریده های بدیعی اهل قلم رونق روزگار معنوی خویش را تصور کرده نمی‌توانند. بی‌شبهه جریان سخنوری امروزی تاجیک هم افادگی سنت‌های ثابت و استوار ادبیات قدیم بوده از فرهنگ اساطیر اوستا مکتب والای شاعران عهد سامانی که پیشکار آن استاد رودکیست منشأ می‌گیرد. همزمان هر یک شاعر صاحب دیوان و نویسنده صاحب استعدادی که در مرحله‌های دیگر رشد ادبیات تاجیک و فارس عرض هستی نموده است فیض بخشنده ادبیات زبان ما زمان ما محسوب می‌شود. باعث افتخار است که با هدایت و راهنمایی سرور دولت جناب عالی محترم امام‌علی رحمان ادبیات قنواتمند کلاسیکی ما باز بیشتر احیا گردیده برای سخنپردازان معاصر شرایط خوبی ایجاد و آفرینش فراهم آورده شده است. برای وسعت چنین روان استقلالیت دولتی مملکت همچون مرحله سازنده نقش بخواهد مهم داشته امکان کمالات معنوی و فکری چهره‌های برجسته شعر سخن را باز افزونتر می سازد. آثار ادیبان، تأسیس صفحه های ادبی در روزنامه ها، پرمضمون و پرمحتوا انتشار یافتن دانشگاه دولتی خوجند به نام اکادمیک بابوجان غفوروف امروز برپا فعالیت همچون معلمه به شاگردان از فندهای روانشناسی و نظمشناسی درس گفتند. سخن را با همراهی دکتر علمهای فیلولوژی پروفسور شادروان عبدالمنان نصرالدینوف میتوان پروازگاه الهام و استعداد شاعر بوده اولین شعرهای خویش را هنوز در اوان دانشجویی
و تب رسانه تاجیکستان، هفتواری ادبیات و صنعت، روزنامه‌های تاجیکستان سویتی، کمسمول تاجیکستان، گازت معلمان، صدای مردم نشان دهند. پیوسته انتشار گردیدن مجموعه‌های اشعار این سخنور از قبیل طلوع خندریز، شباخون برق، آیت عشق تا بیکرانه‌ها، معراج شبنم، قطره از مولیان، یک غنچه روز، مهری گلی مینا، سیبرگر، پرنیان جان و مانند اینها که شامل 20 کتابند دلالت از پاکی، تب و اقتدار اندیشه و الهام آسمانی فرزانگو می نماید. فرزانگوه های اشعار سخنور بازگوی هستی ادبیات تاجیک در زمان معاصر است. حاضرین محترم، البته با یک سخنرانی مختصر نمیتوان تمام آن قدر میشود. نتیجه تلاش و زحمت های دائمیشان هست که حالا جایزه اتفاق نویسندگان تاجیکستان به نام تورسونزاده 1995 جایزه جاوید اردنی شرف هستند. اگر معلمه همچون عضو اتفاق نویسندگان تاجیکستان قدردانی اهل علم و ادب داور خیرخواه و خوشبین میباشند. برای بنده بحثی در مرحله کنونی خالص و از دیگر طرف باعث افتخار کلام بی‌نظیر و عالم شمول فرزانه‌بانو قرار گرفته است. این واقعیت جرایان را به خود گرفته است. همایشی بین‌المللی بخشیده به ایجاد اجاریم که جلوی ایجادیات ایشان بار دیگر در این کنی ماند که در این فرصت خوب و مناسب شما را فرزانه‌بانوی محترم تنصیحتی، خاطر جمعی، سعادتمندی، خوشروزی، کامگاری مددگارتون باشد. زادروزتون مبارک، شاعری عزیزی ما. اشتراک و سخنرانی شما در این وقتی قراری مخصوصی رئیس ولایت اسم آقای بجشگیری زادروز شاعری خلقی تاجیکستان فرزانه در ولایت رسانیده باشد. و در نوبت خود ما اهل جامعه دانشگاه در آن برای فرصت مناسب استفاده برده یک تحفه خاطره که برای معلم استفاده اولین واژه‌ای که
در اشعار شاعره همیشه جلوه‌گر است الله است. در این مجاز و از جستجوی خود کردیم، هر کسی خدا را یافت، عاقبت هم انسان شد. نامش را کنم روی نگیم، من که در یاقوت دل حق کرده ام الله را. الله صبح می آفرد. صبح یکی از دوست داشته ترین واژه های شاعره ماست. سلام صبح ترین، صبح تنین، صبح یقین من. سلام ای که در تمامی ذرات طلوعی آدمیت پیداست. سلام ای نفس شفاف پیام چشمه های علوی. سلام ای بازگشتی نازنینی تمنا به دل سوگوار من. صبح مفهوم قدیم است، در خاطره هایم باقی است. شادی گوشوار تلایم بود در روزگار پرورند. بله عشق می پرورند. من فقط یک کلمه می دانم، عشق. بگذار این کلمه گردم. در تصویر شاعره عشق آتشی پرمتی است. عشق معراج مصطفی است. عشق زیباترین خلاصه تمام معرفت هاست. عشق ترکیب خداست. آتش و آب عشق است. عشق مهر را به دنیا می آرد. من فقط می خواهم نفری را به یادتان آرم. در یتیم خانه مایوس درختی را سخت آغوش می کند. با همین یتیم است، مهری را ندارد. بله همین مهر دوست می آید. دوست می آفاف مثل باران هدایت به سر یک گل مشتاق. برادر جان زنین دوست می آید. دوست دوست در بین ما و شما پهن کرده است. همین دوست پیش از همه برای من و شما عزیزترین شخص. خود شاعره دوست می دارد پیش از همه کوههای مغولش را. دوست می دارد آبهای سیر آرام را. دوست می دارد نیاگانش را. دوست می دارد تاجیکستان عزیزش را. بله سلام صبح بخارا، سلام نفحه گلهای باسترمی، استخانی، نیاگانی من. بله، همین دوستی، همین مهر، همین شایره جلوه‌گر هستم. بله، من از بعد از الله باید مادر را اینجا آرم. بله من مادر را در آخر گرفتم. مادری جان، نازکشی من توی، ای سری زانوی تو بالین من. تازه بکن رنگ امیدی مرا، صبح نژادی شفقایین من. غیر تو ای مادری گلشن فروز، هیچ کسی مهرگیا هم نداد. هیچ کی بیگانه نوازی نکرد، در حرمی دیده پناه هم نداد.
بله همه نازه که مرا بود بری مادر این همین مادر این خلقی تاجیکستان فرزانه بانده را به دنیا آوردن دای فرزندان میکنند درس گفتند انا همین مادر سلمی خدمت شما دادم از زمه ها دیگری دکتر فامولوژی پروفسور محبوب خان مجل و سیمی شاگیره خالتی این فرزانه را وقتی که لغت رو میبینه با خودش میزنبه و از زنده یو زیبنده است من از نام همه شمایان فرزندان باشم داگوی ملت تاجیک باشم با احترام فرزانه در تاریخ ادبیات نوین تاجیک همچون مرتکب و یاگر جنبهای عنعنوی نظم غزل ربایی و روایتی معرفت تمام بوده زیرا او از نخستین قدم های ایجادیش در برابر تعریف شعر جدید شعر نمایی و آثار بیگزند کلاسیکال ادبیات ترک و فارس خاصه ایجادات رومی سعدی حافظ کمال جامی بیدی و دیگران توجه سیقی گمارید و از مکتب نادری ادبی این سخنوران بزرگ اسرار سخن درس هنر آموخت و این تجربه را در جریان فعالیت ادبی خویش پیوسته به کار گرفت ایجادات غنی و رنگین ایشان از نوع‌های مختلف ادبی فراهم آمده است اما در آن غزل واقع اساسی و مقام خاصه دارد اصلا غزل از جمله دلکش‌ترین، مربوط‌ترین، روان و سلیس‌ترین و آهنگ‌ترین نوع بنایی بوده بنا به طبیعت اصلی و ذاتی خود که فراگیر آن همه نزاکت و لطافت و شیره و شربت کلام بدیع است مورد نظر کل سخنوران اصیل قرار گرفته است و این معنی غزل را شاه جنبه‌های ادبی نظم کلاسیکی میتوان دانست هر شاعری توانایی که در این جنبه پرسه داد سخن را داده است یا به قول خواجه حافظ زور سفته است بیگمان در تاریخ ادبیات بیش از هزار ساله ما شهرت یافته است شاعری معروف و محبوب دم فرزانه بانو که نیز در این ردیف است هنوز از آوان جوانی مادر که ماهیت و ارزش سخن بدیع در این قالب شعری غزل سرایی و رسالت کسبی مایه افتخار و جوهر ایجادات خویش دانست از آن که در اولین مجموعه کوچکی اشعار او طلوع خندریوس نوک نظر مشاهده گردید معلوم میشود که شاعر از ابتدای تجربه ایجادیش و این جلب حسن توجه داشته است این بعد از مجموعه تا مجموعه دیگر مقدار غزلیات ایشان طرف بیشتر شدن گرفت که این را از مجموعه شباخون بعد تا پردیان جان روشن ثابت می سازد چون که از نامگوی کتاب های نشر شده برمی آید اگر دو مجموعه حمام شاعره صد برگ غزل و صد یک غزل کاملا از غزل فراهم آمده باشد پس از سه دو حصه اشعار کتاب های کلام حجم محتشم مهری گلی مینا و سه برگ را تنها غزل تشکیل داده است غزلات شاعر خیلی فراخ و دامنه‌دار بوده تمام ساحه های حیات اجتماعی و معنوی تاریخ خلق و ملت و کشور ما را فرا گرفته است تصویری دیگر روان مردی زمزمه حیات جوانی و عشق و محبت پاک انسانی دیگر فرورا به موضوع جاویدانی ادبیات عشق بخشیده شده است اصلا طبیعت غزل را برای شازگی تصویر بدیهیت سخن و بازجافتهای غایمی استتیکی معلیف برتری دارد مثلا در غزل زیرین که مژده از آمد یک نوقلم خوشنگاه و خوشادا و میدان ادبیات است وسایط تصویر بدیهی امثال مجاز و استعاره توصیف تجربه یادی تو در سر ببردم خیش را از یاد مرا هرگز نمی بیند نگاهی چشم خود بیند چو تو با تیر خونسردی دلی مرا قلم دلی ما را قلم کردی قلم هم تیر می گردد کنون بر رزم و بر کینه دیگر از موضوعات مهم اشتاریم بران جذب صادق که عیبش پیش ما فرخ و زوری است چی به مثل است این فرخنده کوچک که همگه از چشم باید فراهم آمده است شاعر که اغلب آن محصول تفکر و تخیل شاعرانه خود معلیف است برای بازگو مندرجه جالب توجه است
بلکه از نگاه سنت تمکین خاکساری و فروتنی و دیگر فضیلت های شایسته کسبی و انسانی فرزانه رهبر بده کتا. نفس در گرمی آواز تو آسوده نشدانه بیا در سحر به چشم نیلوفری با چشم نیلوفری افسرده نشدانه صدایت از خدا آید زی اوجی کبریا آید تو دریای کتاب باشی و موج افسرده نشدانه اگر بشنفته نشدانه حالا به صحنه این شعر بانو و استاد جوربیک مراد حالا به صحنه چقدر روزی خوش یک دختری که تاجیک ایران بروید فرزانه بیاد افغانستان بروید فرزانه بیاد پاکستان فارسی میدانست دیگه فرزانه بیاد این خوشبختی نیست برای فرزانه تاجیکستان یک حسن اتار میگن که سخن قلفی دلی هر خوردادان است ولی صنعت سخن را جان جان است فقط یک چیز گفتنی هم که چهار گفا مشکل سخن میگذار آهن عیادات ها میبرد مادر از این دو سینه را یک تش شیر یک تش آهن استاد ترزاده لایق دایم میگفتن من یک تطریق کنم میبخشتم برای خاکساری نباشتم فرزانه شیرش سه اقیانش دنیا با ملت سرای دیگی برای میدمان با فرزانه افتخار دارم خدا عمرشان قرار باشه
میتوان بی عشق هم رفتن در بام راه ما. میتوان بی عشق هم رفتن در بام راه را. بهر بی مهری نمی ارزد کشیدن آه را. چون همه بودن چه دشوار است بهر چون منی. باز بر تا کوچه قفلت من آگاه را. نمگرستی عرش را یا درد گردن داشتی. ای که در چاهی تماشا کرده بودی ماه را. بعد از این هرگز نیا و درد کوفکن میا. اش رو دیگر مد زحمت من خودخواه را. قاصد من باش فروردین به فرداها رسان. بعد پدرودم سلام دخت آبان ماه را. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما اساتید بزرگ و تشکر میکنم از اینکه بنده رو دعوت کردید به این محفل بزرگ داشت. ابتدای ورودم در درگاه که خانم فرزانه بانی ایستاده بودن مثل همیشه با مهر مفل یادبود شما در خوجند و در جاهای دیگه برگزار شد. من خبر داشتم وظیفه من هست که بیایم خدمت شما و زادروز عزیز شما رو تبریک بگویم از طرف ملت ایران، از طرف دولت ایران. من نماینده سفارت ایران در استان سغد هستم و این افتخار رو دارم که در سال نخست مأموریتم وظیفه‌ام در شهر خوجند مصادف شده است با چنین محفل‌هایی که برگزار می‌شود. من مجدداً تبریک می‌گویم. فقط یک نکته هم بگویم به شما که در خاطرتان باشد وقت نگیرم. پیش اساتید سخن گفتن مشکل‌ترین کار دنیاست. برای ما دیپلمات‌ها جایی که می‌خوایم بریم وظیفه انجام بدیم بسیار مهم است. بی‌تعارف این همه شهر در دنیا هستند. ما می‌توانیم انتخاب کنیم یا بهمان پیشنهاد می‌دهند که کجا را می‌پذیریم. وقتی به من 9 ماه پیش در تهران گفتن که شما به خوجند می‌روید، اولین نامی که در ذهن من اومد چه بود؟ با اینکه من تاریخ خواندم، سوق را میدانم، خوجند را میدانم، سیبون را میدانم، تاریخ دره فرغانه را میدانم، همه اینها را میدانم. به اندازه کافی درس خواندم، آنقدر که بتوانم دیپلمات باشم، نماد. در ایران، در ذهن یک دیپلمات، در ذهن خیلی از مردمانی، به شما و خیلی خوشحال هستم که در جمع شما حضور پیدا کردم. سرافراز و پیروز و پاینده باشید. سلام علیکم هموطنان عزیز، رئیس محترم، فرزانه‌بانوی عزیز. 20 سال از این پیش در ناحیه مسجاه من و استاد لایق شیرینی در همین گونه تالار صحبت داشتیم با مردمی که برای آواز دادن با انتخاب نخستین پریزیدنت و رای دادن به کنستیتوسی آمادگی می دیدن. در همانجا من برآمد کرده گفتم که سخری برگینسکی را آوردم، گفتم که خلق تاجی دو استاد دارد، ابو عبدالله رودکی و استاد صدرالدین عینی. و از خود افزودم که امروز همراه ما استاد لایق شیرینی هستند و در هزار ساله سیوم استاد این ملت همین کس خواهند شد. استاد مرا باز داشتند و گفتند که سراسیمه نشم. روزی می رسد که سرور دولت ما رودکی خان مولوی خان می شود. رهبر ولایت کمال خان می شود.
خلق فرزانه خان میشنن. و این بر خود خلق انتخاب میکنه که استاد سیومش یعنی بعد رودکیو استاد عینی که خواهد بود. من در اینجا نشستم همین صحبت را به خاطر آوردم. از ابتدای سال، از آن روزی که ریاست شعبه سعودی اتفاق نویسندگان تاجیکستان در باره تجلید زادروز فرزانه بانو به رهبریت ولایت مکتوب کرد و همین گونه ترددها داشت، میخواستم شعر نویسم و در همان محفلها، در چند محفلها بخوانم و دیگر شهر و ناحیه ها. ولی خوشبختانه همین سحر استاد عطاخان سیف‌الله قصیده خود را یک منظور است. هزار دستان به مقام عرش بیند، به بیان شکوفه ها را به هوای پرنیانی، نا به تو میدی هم عیانی، تو تلسمی جاویدانه، تو کشایشی معما، رانی به بزرگی محبت.